با درود خدمت شما بینندگان گرامی تلویزیون ITC. اسد زریمیر هم در خدمت آقای دکتر ناصر عابدی، وکیل رسمی در کانادا. آقای دکتر خوش آمدید. با سلام خدمت شما و همچنین با سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون ITC که این برنامه رو دارم ملاحظه میکنم. پیش از آغاز گفتگومون با آقای دکتر، خدمت شما بینندگان گرامی برسونم که این برنامه صرفاً اطلاع رسانیه. به هیچ عنوان به عنوان مشاوره حقوقی به حساب نیاد. اگه میخواید مشورت حقوقی داشته باشید، لطفاً با شماره تلفنایی که پای صفحه تلویزیون میبینید با آقای دکتر تماس بگیرید تا به امید خدا مشکلاتتون حل بشه. خب آقای دکتر خوش آمدید. بالاخره هفته پیش گرفتاری داشتید، نتونستیم که شرمنده. آره خواهش میکنم، نه گرفتاری کاری دیگه، کار مردم را میندازیم. بالاخره گرفتاری ها باید یه جوری حل بشه، مخصوصاً از طریق وکلا، کسانی که خبره کارن و قوانین و چم خماش رو میدونن و چجوری میتونن حق آدم رو بگیرن. حالا صحبت از اینه که معمولا قراردادی که بسته میشه زن و مرد فرن، اگه مثلا این قرارداد بخواد مسالمت آمیز به پایان برسه بدون هیچ دعوایی، کششی، چیزی، حتی مال ازدواج، راه های خاصی وجود داره واسه حل و فصل مسالمت آمیز؟ بسیار سوال خوبیه. خدمتتون باید عرض کنم که در بسیاری موارد وقتی که زن و شوهر از هم جدا میشن، یک سری مذاکرات شروع میشه، حالا یا بین خودشون یا بین اقوامشون یا دوستاشون، از طرف اونا یک سری مذاکراتی انجام میشه. مذاکرات هم به این معنی است که خب یه صحبت هایی میشه که اینا بفهمن که کجا قرار گرفتن. مثلا اگه خونه وجود داره، این خونه چجوری میخواد تقسیم بشه، بدهیاشون میخواد چه تقسیم بشه. مثلا یه موقع میبینیم که زن و شوهر وقتی که در قبل اینکه جدا بشن، مثلا 3 ماه قبل 6 ماه بعدش برنامه جدایی که نداشتن، که مثلا یکیشون میاد مبلمان میخره برای خونه، چندین هزار دلار هزینه میکنه و مشکل عمده ای رو که به وجود میاره اینه که این هزینه ای که بابت چیز پرداخت میکنه، بابت هزینه های منزل پرداخت میکنه، مثلا مبلمان میخره، مثلا اتاق خواب میخره، خب اینا همه هزینه است و اینا میره رو کردیت کارتش. و بعضی موقع هم هست که مثل شرکت هایی که وجود دارن و امکان این رو میدن که افراد به طور طولانی مدت، 1 ساله، 14 ماهه، 18 ماهه، اون پول لوازم رو به اینا برگردونه. خب این آقا یا این خانم فرق نمیکنه، متعهد میشه که باید یه پولی پرداخت کنه. خب یه دفعه اینا بعد از اینکه خریدشون انجام دادن و یک هزینه مثلا 10 تا 30 هزار دلاری رو متحمل شدن، یه دفعه 3 ماه بعد تصمیم جدایی میگیرن. حالا این بدهی روی این لوازم رو کی باید بده؟ آیا آقا باید بده؟ آیا باید خانوم بده؟ آیا مشترک بدن؟ و چجوری باید بینشون تقسیم بشه؟ یعنی بنابراین اگر لوازم، من مثال بسیار ساده ای رو عرض کردم، خب همین مثال نشون میده که خب اگه بچه داشت بشن، بچه های کی میشه؟ بچه ها پلوی کی بمونن بهتره؟ کی بیاد بچه ها رو صبح ببره مدرسه؟ کی بیاد بچه ها رو مدرسه پیکاپ کنه؟ چون فانکشن افراد، رول افراد در هر خانواده فرق میکنه. من موکلایی دیدم که شوهرشون، همسر، ایشون بچه ها رو صبح میره مدرسه، خانم برمیگردونه بچه ها رو، چون شغل نیمه وقت داره و وقت بیشتری داره که میتونه چیز بکنه. خب میبینیم که اینها باید تنظیم بشه بین زن و شوهر که ببینن کی میخواد چی کار کنه. آیا بعد از جدایی همه مسئولیت بچه ها روی دوش یک نفر خواهد بود و دومی از صحنه کاملا خارج میشه، یا نه دومی هم هست کمک میکنه که بچه ها به مدرسه و دانشگاه برن؟ در نهایت میگم شرایط مختلفی وجود داره برای مذاکره و نیازهای مختلفی پیش میاره که بر اساس اون باید دو طرف یک نوع مذاکره رو انجام بدن، واسه اینکه ببینن آینده ای که میخوام با قدم ها رو بردارن در اون آینده چجوری خواهد بود. برای همین من بسیاری موارد دیدم که این مذاکرات مثبته، خطوط کلی رو افراد مشخص میکنن، خانم مشخص میکنه چه تعهداتی داره، آقا مشخص میکنه چه تعهداتی داره، بحث دیدار بچه ها مطرحه که آیا بچه ها باید
شب هم میتونن پلو پدرشون باشن، یا شب هم میتونن پلو مادرشون باشن، که مادرشون کسی که اکسس داره به بچه ها و فقط دیدار داره به بچه ها. به طب شرط مختلف مطرح میشه. وقتی که صحبت ها شد، بعد مسئله ارجاع میشه به دفتر وکیل، یا وکیلی که مسئول این هست ارجاع میده مطلب و میگه این مذاکرات بهتره که توسط خودتون با توافق دو نفر انجام بشه، احاله میده به یکی از موکلاش که اون موکلش با همسرش صحبت بکنه و به یه توافقاتی برسن که اون بیاد در قالبای حقوقی وارد سپریشن اگریمنت بشه. بسیاری موارد من دیدم که افراد مذاکره میکنن و از طریق وکیل مذاکره میکنن و به قرارداد سپریشن میانجامه، که این کار بسیار مثبت و مهمیه به چند دلیل. یکیش این که وقتی مذاکره میکنن در باب صحبت بین همسرها که بعد میشن همسرهای سابق ادامه خواهد داشت و باز خواهد بود. این مذاکره بسیار چیز خوبیه، چون مشکلات متعددی برای بچه ها پیش میاد که احتیاج دارن که پدر مادر بچه با بچه صحبت کنن، با هم هماهنگ کنن، که خدای نکرده اگه اتفاقی برای بچه افتاد بتونن همدیگه رو هم اطلاع رسانی بکنن و هم ببینن چه فکر مشترکی میتونه باشه که به نفع بچه است. و در ضمنم اگر که بچه مثلا بدونه که بین پدر مادر اختلافه و نیاز داره که به اصطلاح سر مسائلش مطرح بشه، ممکنه تو اون مسائلی که مقدم مطرح بشه بچه مقدار سوء استفاده کنه و بتونه امتیازات بهتری از پدر مادر بگیرن که چیز مناسبی برای پدر مادر نیست. یعنی من به سری موارد دیدم که بچه‌ها با اینکه کوچیکن، چون میدونن که مادرشون نیاز داره یا پدرشون نیاز داره که رأی بچه باشه که بتونه ارتباطات به نحو مناسب انجام بشه و اینا، بعضی مواقع هم بچه‌ها سوء استفاده میکنن و این چیز مناسبی نیست. اگه پدر مادر باید در مشکل بچه‌ها یک تصمیماتی بگیرن که فقط منافع بچه‌ها مهمه و بچه منافع بچه‌ها اهمیت داره. از این لحاظ این یک قسمتشه. بحث سپریشن اگریمنت یکی از بحث‌های مهمیه که ما همیشه توصیه می‌کنیم به موکلا به جایی که به دادگاه مراجعه کنن در قالب مذاکره بیان اون چیزی که میخوان رو ارائه بدن و بگن. به عنوان نمونه شما میتونید به جایی که به دادگاه مراجعه کنید و به دادگاه بگید آقا 1 2 3 من این چیزها رو میخوام، شما میتونید در مذاکرات اولیه با همسرتون بگید چی میخواین و بگید چی باید انجام بشه و همسرتون رو بذارید این چیزو بهش بدید که اون هم خواستاشو مطرح کنه و باب مذاکره به یه جایی میرسه که دو نفر برخلاف به یه توافقی میرسن، توافقی میرسن که مناسب باشه برای دو طرف. در قراردادها یک نفر رأیش معلوم نیست که بتونه 100% در قرارداد ذکر بشه. قرارداد یعنی توافقه، یعنی شما نظرت اعلام میکنید، طرف مقابل نظر میکنید، یک جا به یک نتیجه میرسید، به هر نتیجه در هر جا رسیدید اون میشه رأی شما و اون میشه قرارداد شما. بنابراین اگر شما بیای قرارداد رو بررسی کنی با وکیلت، ببینی که چه مشکلاتی داری، بعد وکیلتون میتونه در مسئله قرارداد به شما بگه که این انتخاب شما در موارد متعدد میتونه چه مشکلاتی برای شما در آینده ایجاد کنه. به عنوان مثال من موکلی داشتم که من میگفتن که ما مایلیم هر هفته بچه از جمعه شب پلو ما باشه تا یک شنبه بعد از ظهر. خب حرف قشنگیه. ولی سوالی که من مطرح میکردم بود خب طرف مقابل هم ممکنه بخواد با بچه‌ها وقت بذاره، چون اونم در طول هفته کار میکنه. و در ضمنم آیا تو نمیخوای خودت به عنوان فرد برای آیندت یه قدم‌های مثبت‌تری برداری؟ نمیخوای مثلا یه کورس برداری که بتونی آپگرید بکنی؟ اگه قرار باشه که هر هفته جمعه تا یک شنبه شب بچه‌هات باز باشه، من نمیگم کار پسندیده، بسیار کار پسندیده، ولی تو کی میخوای بتونی درس بخونی؟ کی میتونی آپگرید کنی؟ کی میتونی شغلتو بهتر بکنی؟ اگه شغلتو تو این شرایطی که هست با این اطلاعات فعلیت دست بدی، مجبوری آپگرید بکنی. از حالا آپگریداتو بکن که اون کارفرمای شما با توجه به اینکه میبینه شما به هنر بهتری داری، اطلاعات بیشتری داری، شما رو نگه داره. به طبع یه چیزای خیلی ساده به نظر میرسه، ولی در مجموع در بعضی از زندگی افراد من دیدم که خیلی حیاتیه و میتونه کمک بکنه که
به اصطلاح اون عزیز ما بتونه راحت تر زندگی کنه و با یه آرامش بهتری قدم های بعدی رو بعد از سپریشن برداره. لذا سپریشن اگریمنت از نظر من یکی از اسنادیه که خیلی مهمه. اگر دو نفر طبق شرایط قانونی یک قرارداد جدایی رو بر اساس قوانین فامیلی لا و دیورس اکت بتونن این قرارداد رو بنویسن و محکم بکنن، دادگاه ها مسلمه که این قراردادها رو محترم میشوره و اهمیت زیادی واسه دادگاه ها هم داره که این قراردادها محترم باشه، به دلیل اینکه توافق دو طرف هست. چرا بعد یک قاضی بیاد تصمیم میگیره که مثلا شما هر هفته بچه تو باید ببینی یا هر دو هفته یه بار ببینی، در حالی که اگر شما مذاکره کنی با خانوم ممکنه به این توافق برسی. اگه به این توافق برسی که بچه رو در چه روزهایی ببینی طبق یه قرارداد، خیلی بهتره تا اینکه یه پرونده تشکیل شه توی دادگاه، بعد شما وقت بذاری هزینه بکنی، پرونده ابلاغ بشه به طرف مقابل، طرف مقابل هم هزینه کنه، وکیل بگیره، بعد برو بیاد، ممکنه ماه‌ها طول بکشه و هزینه فوق‌العاده‌ای رو بساتون داره. در حالی که سپریشن اگریمنت توسط وکیل با هزینه خیلی کمتر از اقامه دعوا در دادگاه ممکنه به نتیجه برسه. آقای دکتر، طبق تجربه شما معمولاً این توافقا که پیش از دادگاه انجام میشه به یه سرانجام میگیره، یعنی نتیجه میده که بچه رو کیو نگاه کنه، کی نگه داره این هفته یا هفته دیگه، معمولاً به این نتیجه میرسن که توافق کنن؟ بله، ببینید ما بسیاری موارد داریم که موکل رو تشویق میکنیم، مثلا به عنوان وظیفه کاریمون و وجدانیمون، که اگه این امکان هست موکلا با همسرشون مذاکره کنن، حالا یا طریق وکیل یا خودشون به طور مستقیم این نتیجه رو بگن که مثلا به نظر من اگر دو طرف موافق باشن که بچه هر دو هفته یه بار مثلا با یکیشون باشه، جمعه ها یکی پیکاپش کنه عدم مدرسه، اگه اختلاف زن و شوهر طوریه که مثلا فرد پدر مادری که بچه رو پلوش هست مایل نیست که اونی که همسر بیاد در خونه، میتونه عدم مدرسه روزای جمعه بچه رو پیکاپ کنه، یک شنبه شب برسونه در خونه یا دوشنبه صبح بذاره در مدرسه. در این موقع از نظر عاطفی آیا از بچه هم سوال میکنه که مثلا دوست داری پیش بابا باشی، پیش مامان باشی، چه روزایی باشی؟ یعنی اونا هم درگیر این تصمیم گیری هستن؟ ببین بستگی به سن داره. ببینید شما واسه یه بچه دو ساله عقیده‌ای نداره که بخواد تصمیم بگیره، ولی یه بچه مثلا 12 ساله مسلمه که نظر میخواد بده. بچه 14 ساله که اگه بگه نه از نه، بازم بچه 12 ساله هنوز در چارچوب قانونی وظیفه اون کسی که بچه رو داره اینه که تشویق کنه که بچه بره با کسی که نیست. ولی نظرات بچه به طور کلی مطرح نیست، به دلیل اینکه برای پدر و مادر خوبه که همکاری کنن و بچه ها رو چیکار کنن. ولی اگر بیایم عنصر خشونت رو بیاریم، بگیم بچه کتک میخوره از کسی که ممکنه پلش باشه، توهین بهش میشه، خب بچه نمیخواد بره، بچه گریه میکنه وقتی اون فرد میمونه، وقتی میبینه خب ما اگه اصلا تمایلی نداشته باشه که مثلا پیش پدر یا مادر بره، این با کی زندگی میکنه آخه؟ پس با مادر زندگی بکنه، پیش پدرش اصلا نخواد بره. چند سالشه؟ سوال برمیگرده به سن بچه. اگه بچه 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 6 سال، 7 سال، 8 سال باشه، عرض کردم اصلا از تینیجر که مثلا 13 میشه به بالا، از تینیجری مطرحی که نگاه میکنیم ببینیم چی هست. ولی سن بچه 14 سالگی برسه از نظر ما در دادگاه ها معمولا بچه 14 ساله رو ما نمیتونیم پوش بکنیم، نمیتونیم الزام بکنیم که بره چیز کنه. سوال عمده اینه که بیایم این سوال رو بکنیم، چرا بچه 14 ساله نمیخواد بره؟ نبگیم فشار بیاریم بره. بد اخلاق مثلا باباه؟ ببینید بد اخلاق به نظر من کلمه این نیست که باعث بشه که بچه نره. ولی بچه‌ای که من دیدم که مثلا یکی پرونده خودم تا مطرح بود، بچه کتک خورده، تحت فشار شدیدی بوده، حاضر نبوده با مادرش بره و مسئله کشیده شده به چیلدرنز
سوسایتی نه نه اصلا بچه ریپرزنت شده توسط دادگاه توسط یه وکیل دیگه و همچنین وایس داشته وایس آف چایلد مطرح شده توسط آفیس آف چیلدرنز لویر آفیس آف چیلدرنز لویر تحقیقات کرده که جداست از چیلدرنز سوسایتی صحیح یه دفتری که وکیل تعیین میکنه برای بچه ها توسط حکم دادگاه یا در یه جایی ما بهش میگیم وایس آف چایلد یعنی اینکه نظرات بچه رو به دادگاه ارائه میده ولی با چیلدرنز ایج سوسایتی فرق می‌کنه چیلدرنز ایج سوسایتی یک سازمان بسیار خوبیه که راجع به مسائل مربوط به کتک زدن بچه خشونت و اینکه بچه چی بوده تو اون زمین‌ها تحقیق می‌کنه و اگر هم لازم باشه بچه‌ها رو می‌گیره جدا از چیلدرنز آفیس آف چیلدرنز لویره بلکه اون مندیتش یه جور دیگه است پرپوزش هدف این سازمان بنیادش یه جور دیگه بنیان گذاشته اما برگردیم به بحث قبلیمون که بچه‌ای که عملاً 14 سالشه و میگه من نمیخوام برم یا همین کیس که من مطرح کردم بچه به اون مسئول که به اصطلاح مسئول تحقیقات بود و گزارش تهیه میکرد گفته بود که من نمیخوام ببینم مادرمو به این دلایل دلایلش هم 1 2 3 4 ذکر کرد والا هرچی و خب اونم از طرف بچه چون ما بچه رو نمیبریم دادگاه که تو دادگاه جلو قاضی حرفا بزنه این حرفا رو بزنه چون به عنوان ویتنس چیز خوبی نیست به تبع سیستم قضایی طوری تعیین شده یا وکیل تعیین میکنه یا وایس آف چول چه وایس آف صدای دادخواهی بچه است دیگه صدای وایس آف چایلد آره دیگه یعنی در حقیقت نمیخوان بچه اونجا باشه ولی نظرات بچه رو ارائه میده تحقیق میکنه میگه اینو من تحقیق کردم به این نتایج رسیدم اینجا بچه اینو گفتش بچه نظرش اینه منم به این نتایج رسیدم که این نتایج خطرناکه در بعضی موارد برای کسایی که علیهشون باشه و سیستمش میگم فهمه ولی بحث من روی اینه که اگه بچه‌ای بگه من نمیخوام ببینم نباید بگیم چرا به پدر مادر بحث کنیم بریم از بچه باید پرسیده بشه که عزیز دلم پسرم یا دخترم چرا نمیخوای این پرنتستو ببینی؟ چرا نمیخوای ببینی؟ دلایل چیه؟ اون موقع میبینیم که بچه دلایلی میاره اگه قانون کننده بود دلایلی میاره که نمیخواد ببینه بحث قانون نه 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 بچه 14 ساله شما نمیتونی ملزمش بکنی بچه 14 ساله 15 ساله شما اصلا نمیتونی اگه قانون کننده هم باشه یا نباشه شما اصلا نمیتونی قانونش بکنی صحیح. حق انتخاب داره در یه دادگاه حقوقی هم دادگاه امور خانواده واسه همین تخصصه چون برای خودش روانشناسا اومدن روش کار کردن تراپیست های مختلف رو کار کردن روی قوانین یعنی این چیز نیست که اگه ما به یه نتیجه میرسیم و قضات به یه نتیجه میرسن به همین راحتی زحمت سالها تحقیقات جامعه شناسی و روانشناسی و مسائل مختلفی که با بچه ها مطرح بوده است که ببینن که چه ولی بچه کوچیک که مثلا 5 ساله یا 6 ساله که ما میبینیم اگر نمیخواد با باباش بره یا با نمیخواد با مامانش بره واسه ما مهمه که یکی داره تحریکش میکنه یعنی با مامان تجربه همیشه واسه ما که اگه بچه 4-5 ساله نخواد بره هر دیداره انجام بده بچه نیست کسی دیگه اطلاعات نادرست داره بهش میده که در این مورد هم تحقیق میشه لابد که هم در این مورد تحقیق میشه هم من یه حکمی داشتم که پدری دادگاه نیو مارکت حکم داد توی دسامبر 2021 که این باید بچهش از فلان ساعت تا فلان ساعت ببینه و اعلام شد که حکم اجرا شه بعد بچه رو نیبردم ببینه و گفتم بچه ها نمیخواد ببینه دادگاه حکم داد بر علیه والدی که پدر پرنتی که بچه رو داشت گفت تو اگه بچه همون جور که میره مدرسه با زور میدی میکنیش مدرسه همونجوری که به اجبار بچه باید بره دکتر به همون حد هم ملزمه که بچه بره دیدن بچه چیزش اون کسی که پدرش که به صلاح چیز نهیده و حکم داره علیهش یعنی میخوام بگم که بستگی به سن داره اگه سن پایین باشه یه حده یه سن بالا باشه یه حده ولی خب اگه ما ببینیم که خدای نکرده بچه بره پلو پدرش و پدر بچه رو زده مسلمه که نباید دیگه بچه رو ببینه بعد. یا اگه بچه بره پلو پدرش و پدرش به بچه توهین کنه و یا شروع کنه به انتقاد کردن از مادر بچه و شروع کنه اینکه تقصیر جدایی رو تقصیر مادر بچه بذاره
این بزرگترین اشتباهی پدره که بخواد این اعمال رو و این اظهارات رو به یه بچه بیگناه 5 ساله بکنه که اصلا خودش نمی‌فهمه که از کجا اومده، چجوری اومده، کی میخواد به باباش رو ببینه، کی نمیخواد ببینه. یعنی اگه بخواد بکنه، اون موقع دادگاه هستن که تدابیر خاصی ببینن که معمولا ما تو این زمینه نمیذاریم که نه پدر بچه حق داشته باشه نه مادر بچه حق باشه با بچه راجع به کیس صحبت کنه، چون بچه بعد بچگیشو بکنه. بله دکتر، واقعا سخنانتون شیرینه و دلم نمیخواد که به اصطلاح وسط کارتون، وسط حرف زدنتون بیام، برای اینکه واقعا حرفای بسیار جالب و اطلاعات بسیار مفیدی رو در میدین، ولی متاسفانه وقتمون تموم شده. ما بقیه صحبت‌های شیرینش رو بذاریم واسه هفته بعد. باور کنید متوجه گذشت زمان نشدم. ولی به هر صورت با تشکر از شما آقای زرین که این فرصت داده شد که بتونیم در خدمت شما و بینندگان و محترم تلویزیون آی تی سی باشیم، و با تشکر از بچه اتاق فرمان که این برنامه رو دارن ضبط میکنن. امیدوارم که عرایض بنده مورد استفاده واقع بشه. با سپاس از شما که بیننده ما بودید، تا هفته آینده خدا نگهدار. خدا